رو به شما معرفی کنید که از طریق اون بتونید عمر باتری گوشی آیفونتون رو افزایش بدید. یکی از اولین قدم ها برای افزایش عمر باتری اینه که اپلیکیشن های پرمصرف رو شناسایی کنید. در iOS 8 یه ویژگی اضافه شده که شما بر اساس اون میتونید اپلیکیشن های پرمصرف رو شناسایی کنید. وقتی که شارژ باتری پایینی دارین میتونین که اون اپلیکیشن ها رو در واقع باشون کار نکنین یا اینکه با اپلیکیشن های دیگه جایگزین کنین که البته همیشه امکان پذیر نیست. اگه به بخش سیتینگز برین و قسمت جنرال رو انتخاب کنید گزینه یوزیج رو میبینین که بخش باتری یوزیج رو توی خودش داره. با انتخاب اون لیستی از اپلیکیشن های پرمصرف رو میبینین. توی این لیست میزان مصرف رو بر حسب درصد مصرف خواهید دید. توصیه دوم به شما اینه که نور صفحه رو کنترل کنید. طبیعیه که هرچی نور صفحه بیشتر باشه میزان مصرف باتری هم بیشتر میشه. بنابراین با کمتر کردن نور صفحه میتونید میزان مصرف باتریتون رو هم کاهش بدید. البته توجه داشته باشید که نور خیلی بالا و نور خیلی پایین برای چشمای شما مضره. برای تغییر نور صفحه کافیه که صفحه رو از پایین به بالا بکشید تا گزینه‌های مختلفی از جمله تغییر نور که در وسط صفحه است رو ببینید. به راحتی با جابجا کردن دکمه تنظیم نور، نور صفحه رو به حد دلخواهی که می‌خواید تغییر بدید. قدم بعدی اینه که وایفای گوشی رو کنترل کنین. اگر که وایفای گوشی شما روشن باشه، گوشیتون همیشه در حال در واقع پیدا کردن منبع وایفایه. و این کار باتری زیادی مصرف میکنه. مواقعی که احتیاج به وایفای ندارین، وایفای گوشیتون رو خاموش کنین. از این طریق که صفحه گوشی رو از پایین به بالا بکشین و علامت وایفای رو خاموش کنین تا غیر فعال بشه. برای فعال کردنش هم کافیه دوباره همین کار رو تکرار کنین. نکته بعدی کنترل نوتیفیکیشن هاست. هر چقدر تعداد نوتیفیکیشن هایی که روی صفحه گوشی آیفون شما میاد زیاد باشه و همراه با صدا و ویبره هم باشه، میزان مصرف باتری شما هم افزایش پیدا میکنه. برای کنترل نوتیفیکیشن ها شما میتونید به سیتینگز برید و قسمت نوتیفیکیشنز رو انتخاب کنید. حالا یه لیست طولانی از اپلیکیشن ها رو میبینید که برای هر کدوم میتونید جداگانه نحوه نمایش نوتیفیکیشن رو تنظیم کنید. به این فکر کنین که تعداد اپلیکیشن هایی که پشت صحنه فعال هستن و شما اونا رو نمیبینین زیاد باشن، چه حجم باتری از گوشی شما مصرف میشه. ویژگی بک‌گراند اپ رفرش در آیفون کاری میکنه که اپلیکیشن هایی که الان ازشون استفاده نمیکنین در پس زمینه فعال باقی بمونن. اگه به سیتینگز بریم و قسمت جنرال رو انتخاب کنین، میتونین گزینه بک‌گراند اپ رفرش رو ببینین. حالا تمام اپلیکیشن هایی که تشخیص میدین لازم نیست در بک‌گراند فعال باشن رو از این ویژگی محروم کنین. اگر از اپلیکیشن ایمیل گوشی آیفون استفاده میکنید، باید 3 تا مفهوم رو در نظر داشته باشید. مفهوم اول فچ هست، زمانی که گوشی تلاش میکنه از سرور بپرسه ایمیل جدید اومده یا نه و اگر ایمیل اومده باشه سعی میکنه اون رو دانلود کنه. تو این حالت بیشترین میزان مصرف باتری رو دارید. مفهوم دوم پوش است که در این حالت به جای گوشی سرور ایمیل دائما تلاش میکنه که اگه ایمیلی رسیده گوشی رو مطلع کنه که ایمیل های جدید از راه رسیدن. تو این حالت باتری کمتری مصرف میشه. حالت سوم هم منیول نام داره که در اون هر زمانی که اپلیکیشن رو اجرا میکنید اگه ایمیلی اومده باشه اون رو دانلود میکنه. این حالت کمتری میزان مصرف باتری رو داره. به سیتینگز بریم و بخش میل کانتکت کلندر رو انتخاب کنین. روی گزینه فچ نیو دیتا بزنین و توی اون برای هر بخشی که میخواین یکی از سه حالتی که توضیح دادیم رو انتخاب کنین. شما از چه روشهایی برای حفظ باتری استفاده میکنین؟ اونا رو با ما در میون بذارین. اگر به سوال و ابهامی هم برخوردین، میتونین که در فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس و وبسایت تواناتک با کارشناسای ما در تماس باشین. سلام. اگه یهویی توی موقعیت خطرناک قرار بگیریم، مثلا کسی بخواد به زور چیزی رو از شما بگیره یا شما رو لمس کنه، رویایی ترین چیزی که به ذهنتون میرسه تو لحظه اینه که خدایا کاش کسی بود و میتونستم بهش خبر بدم که من تو چه وضعیتی هستم. تکنولوژی داره تلاش میکنه که به کمک شما بیاد و شما رو تو لحظات نجات بده. هرچند تو این زمینه نوپاس، ولی کارهایی انجام شده. یکی از اپلیکیشن هایی که میتونه بهتون کمک کنه شیک اس او اس هستش. شیک اس او اس رو هر وقت توی موقعیت خطرناک قرار گرفته باشین
میتونید با تکون دادن گوشیتون به فردی که از قبل مشخص کردین پیامی بفرستین که تو چه وضعیتی هستین و وضعیت خطرناکی دارین و نیاز به کمکش دارین. اپلیکیشن شیک SOS رو روی گوشی های اندرویدی میتونید استفاده کنید. شیک SOS رو توی گوگل پلی سرچ کنید و اپ رو دانلود کنید. بعد از نصب میتونید شماره یه نفر از افراد مورد اعتمادتون که ممکنه بیشترین کمک رو بهتون بکنه وارد کنید. توی صفحه اصلی روی علامت به اضافه بزنید و بعد فرد رو از طریق کانتکتاتون پیدا کنید. بعد از نصب و راه اندازی شیک SOS از این به بعد هر وقت که گوشیتون رو تقریبا شدید تکون بدین، شیک SOS تصور میکنه که شما توی یک موقعیت خطرناک هستین و به اون فردی که از قبل تعیین کردین مسیج میفرسته که به داد شما برسه. نکته مهمی که وجود داره اینه که شیک SOS از اینترنت استفاده نمیکنه و از طریق خطوط موبایل این کارو انجام میده. ویژگی خوبی که شیک SOS داره اینه که توی موقعیت خطرناک شما قرار نیست که دنبال دکمه یا اپلیکیشن خاصی بگردین و فقط کافیه که گوشیتون رو شدیداً تکون بدین تا به شیک SOS بگین که توی موقعیت خطرناک قرار دارین. اپلیکیشن خوب بعدی کایت استرینگ هستش که روش خیلی باحالی هم داره. کایت استرینگ میگه که وقتی شما توی دردسر و توی موقعیت خطرناک هستین احتمالاً دیگه به گوشیتون دسترسی نخواهید داشت. بنابراین قبل از اینکه میخواین تنهایی جایی برین یا با فرد ناشناسی قرار دارین به ما اطلاع بدین. ما شما رو با SMS چک میکنیم. اگر جواب دادین که هیچی. اگر تا 5 دقیقه جواب ندادین به فرد مورد اعتمادتون که خودتون مشخص کردین مسیج میزنیم که این فرد یعنی شما در خطر قرار دارین. اول باید توی وبسایت این برنامه www.kitestring.io ثبت نام کنید. بعد از طریق SMS با این برنامه در ارتباط خواهید بود. هر وقت که خواستید به کایت استرینگ SMS میزنید و بهش زمان میدید و بعد از گذشت اون زمان کایت استرینگ به شما SMS میزنه و منتظر جواب شما میمونه. خب خیلی واضحه که هیچ کدوم از این اپلیکیشن ها و برنامه ها کامل نیستن و فقط اولین قدم ها در زمینه افزایش امنیت به ما کمک میکنن. امیدواریم که تکنولوژی به حدی برسه که خیلی ساده تر از این حرفا به کمک ما بیاد. شما هم اگر ابزار یا اپلیکیشنی رو میشناسین که از این طریق به امنیت افراد کمک میکنه به ما معرفی کنید. میتونید سوالا و ابهامهای خودتون رو از تواناتک بپرسین از طریق فیسبوک، وبسایت تواناتک، ایمیل، تلگرام و هر روش دیگه‌ای که شما دوست دارید.